من حقیقت امر اینه که یک سوالی داشتم خدمت شما. تفاوت بین عالم ماده و عالم روحانی، چون من حقیقتش یه سری مسائل برام پرسش میشه یه موقعی، چون مثلا یه سری آثار متفکرها رو میخونم برام یه سری مسائل ایجاد میشه. خب یکی از این مهمترین مسائل بحثایی که کانت مطرح میکنه در کریتیکال آف پریزن، بحثی که اونجا مطرح میکنه تمایز بین عالم فنومن تا عالم پدیدار و عالم فرا پدیداره. خب ما به عنوان مدرات انسانی اصل اعتقاد دینیمون بیلایفمون باید ببینیم که چجوریه. یعنی این که من مادامی که دارم تو عالم در واقع تجربه به سر میرم، تو عالم فنومنال به سر میبرم، آیا میتوانم در واقع فرا پدیدار و نومن قدم بذارم؟ از نظر کانت این در واقع یک مغالطه است که ما انجام میدیم. خب ای طرف من اعتقادات قلبی دارم، یعنی این که من شخص خودم رو عرض میکنم به عنوان یک ایماندار اعتقادات قلبی دارم، اما وقتی بخوام این اعتقادات رو در قالب عقلانیت و چارچوب های فهم بشری در واقع تئوریزه کنم. بله، مثل اینکه قطع شد. نه هنوز روی خط هستن ساسان جان. شاید من صداتون رو ندارم. اصلا سوالش رو من فکر می‌کنم تا یه حد سوالش مشخصه. بله. این ما توی ایمان مسیحی، البته سوالتون از جنبه‌های مختلف میشه بهشون نگاه کرد. یکی اینکه اولا ما توی ایمان مسیحی دیدگاهمون نسبت به دنیای مادی کاملا متفاوت از اون چیزیه که ایمانوئل کانت میگه یا خیلی از فلسفه‌های مختلف مثل افلاطون و کسای دیگه مطرح کردن و حتی ادیان مختلف توحیدی که ممکنه وجود داشته باشن. توی ایمان مسیحی ماده ما به عنوان یک چیز شر نگاه نمی کنیم. ماده به عنوان یک مسئله شر نیست. ماده نیکوست، دنیایی که خلق کردیم نیکوست، انسان برای این دنیا خلق شده و ما حتی بعد از اینکه از این دنیا رفتیم و رستاخیز پیدا کردیم، کلام خدا میگه که دوباره برخواهیم گشت به این عالم ماده. بنابراین زمین جدید خواهد بود، بدن جدید خواهد بود. ممکنه درستی که ماهیتش فرق میکنه، ما نمیدونیم ماهیتش به چه معنا فرق میکنه، ولی کلام خود میگه فرق خواهد کرد. ولی به هر حال باز ماده است، به هر حال باز این محدودیت زمانی هست یا اون دنیایی که خدا برای مخلوقات خودش خلق کرده. اما آیا ما به عنوان کسانی که در این دنیای خاکی زندگی میکنیم، در این ماده زندگی میکنیم، داریم میتونیم با عالم غیر مادی ارتباط برقرار بکنیم؟ این یکی از زیبایی‌هایی هستش که ایمان مسیح به ما یاد میده. و با اینکه الان دنیایی که خلق شده به خاطر گناهی که آدم و حوا کرده از اون مسیر اصلی که اون هدف نهایی خدا هستش منحرف شده و به قول معروف ما در اون جایگاه خودمون عمل نمی‌کنیم و دنیا در اون جایگاهی که در اول خلق شده عمل نمی‌کنه، ولی با همه اینها از طریق مسیح ما به این عالم روحانی که در واقع خود مسیح هستش، خود خدا هستش، ارتباط برقرار میکنیم. و حالا نکته جالبی که اتفاقا یک کتاب بسیار زیبایی هست، اگر میخواید تو این قسمت مطالعه بکنید، نوشته ی انتی رایت هستش، در مورد همین دنیایی بعد از مرگ صحبت میکنه. سورپرایز بای هوپ اسم کتاب هست، یعنی فارسی شطور با امیدی که امیدی که بعد از این دنیا داره چطور چقدر متعجب کننده است. یعنی چه امید پرجلالی ما در انتظارش هستیم. ترجمه تفسیریش یا امیدی که باعث تعجب یا شگفت میشه. بله، حالا صحبت کتاب مقدس هستش که انتیرایت داره اینجا انعکاس میده و میگه که ما وقتی که از این دنیا رفتیم و در دنیای مادیه که بعد از مرگ برای ما تهیه شده زندگی کردیم، اونجا یک خصوصیات خیلی زیبایی داره که ما بهش اشاره کردیم. و اون خصوصیات این هستش که دنیای مادی با دنیای روحانی با هم پیوند میگیره. اورشلیم سماوی پایین میاد، این آسمان و زمین به هم ملحق میشه، یک پیوند اینجا صورت میگیره که تجربه های روحانی ما خیلی عمیق‌تر، خیلی بیشتر و مداومتر هستش از اون تجربه روحانی که ما الان در این وضعیت گناه‌آلود و افتاده و سقوط کرده در با دنیای روحانی داریم. کلام خدا کاملا توضیح میده که ما به عنوان انسان‌ها دارای جسم و روح هستیم، هر دو آفرینش خدا هست، چون از خدایی میاد که آفریننده نیکوها هست. پس ما به ماده و روح، هر دو به جسم و روح، هر دو به عنوان یک عنصر مثبت نگاه می‌کنیم. اینها هم منفک نیستن، اینها هیچ مثلا تحت تاثیر گناه فقط جسم من نیست، بلکه روح من هم هست، ولی با خون عیسی مسیح هم جسم من هم روح من در حضور خدای قدوس پاک و آزاد و قابل به انجام اراده خدا میشه.
وقتی که ما اینا رو هم جدا میکنیم، من فکر می‌کنم این مشکل پیش میاد که میگیم خب پس چطور میتونه این دوتا در کنار هم قرار بگیره؟ اگر جسم من در گناه هست، جسم من فقط با ماده سر و کار داره و روح من میخواد با دنیای روحانی، و چطور ما این دو رو با هم ارتباط برقرار می‌کنیم؟ من یه نکته جالبی رو در این مورد مطالعه می‌کردم. ما به عنوان انسان‌ها با حواس پنجگانه خودمون، با مغزی که داریم، با حواس پنجگانه میتونیم محیط جسمانی خودمون رو درک بکنیم. با تعقل و با روحی که داریم میتونیم به عالم روحانی، به گفته‌های روحانی که خدا در اختیار ما گذاشته، دست پیدا بکنیم. و ذهن ما این قابلیت رو داره که در هر دو اینها به طور مداوم و در یک زمان کار بکنه. اینطور نیست که مغز، من انسان هستم، مغز جسمانی دارم، فقط در مسائل جسمانی میتونم متفکر بشم، احتیاج به قوتی دارم که منو وصل بکنه به مسائل روحانی. ما دارای هر دو اینها هستیم برای ارتباط با خدا، بعد گناه رو کنار بزنیم تا به لحاظ روحانی با خداوند و به لحاظ جسمانی بتونیم در دنیای که هستیم قابل به انجام اراده خدا باشیم. البته سوالتون خیلی گسترده بود، تقریبا تا یه حد بهش برسید. عیسی مسیح هم برای شناساندن خودش برای ما انسان‌ها از جسم مادی استفاده کرد برای اینکه بیاد و نقشه خودش رو برای زمین آشکار بکنه.